به نام خداوند مهربان سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز، امیدوارم صحتمند و سر حال باشین و روزه را به خوبی و خوشی سپری نمایین. دوستای نهایت عزیز، در شهرک مهدیه دشت برچی قرار داریم و امروز قرار است که همراه رضا جان، کسی که قرآن کریم را دست نویس نموده، ملاقات نماییم و همراهش بیشتر صحبت نماییم. دوستای گرامی، از کمپ سخی تقریبا حدود یک ماه پیش برای ما تماس گرفته بودند. او زمان ما در غزنی بودیم، متاسفانه نتوانستیم که بیایم. فعلا که در کابل قرار داریم، میخواهیم بیشتر همراه رضا جان صحبت نماییم و سرگذشت و همچنان کارهایشان را از زبان خودش بشنویم. خوب دوستای گرامی، ما را همچنان دنبال نمایید. میریم داخل کمپ و همراه رضا جان صحبت میکنیم. Thank you.
خوب وطندارای عزیز، در کنار رضا جان یک از استعدادهای جامعه قرار داریم که قرآن کریم را دستنویس کرده و بیشتر همراهشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رؤوف، خالق تمام زیبایی ها. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان خوب و خدمت تمام هموطنان عزیز که در تمام صحنه ها ما را یاری نمودند. زنده و سلامت باشین. امیدوارم که روزه را به خوبی و خوشی سپری نمایین. قبولی تات عبادات. سلامت باشی شما و همینطور. خیلی خوش شدم رضا جان که امروز توانستم بالاخره تو را از نزدیک ببینم. سلامت باشی، ما هم خوشحال شدیم. رضا جان، میشه در اول از سرگذشت خود برای ما قصه کنی، برای دوستا قصه کنی؟ از چند سالگی آغشته به مواد مخدر شدی؟ ما اگرچند یاداوری روزای گذشته چندان خوشایند نیست بر من، ولی خب بازم طبق سوالی که احترام به او جوابی که شما لازم داری، با امید خداوند امروز مصرف کننده مواد مخدر نیستم، ولی خب گذشته تلخ ما هیچ وقت فراموش شدنی نیست و در هر حالت زندگی امکان داره که آدم گذشته تلخ خود به یاد بیاره و هر لحظه از زندگی باعث میشه که آدم به یاد یکی از خاطرهای تلخ یا شیرین گذشته بیفته. ما از سن 19 سالگی تقریبا از سال دوم پانتون به مواد مخدر سیاه آشنا شدم و به مرور زمان، با گذشت زمان، کم کم به مواد سفید و مواد های افیونی و روانگردان آشنا شدم و 17 سال متواتر ما مصرف میکردم و همیشه با مصرف مواد مخدر خوشحال نبودم و میدانستم که عاقبت مواد، یک نفر یک کار که انجام میده شاید مثلا خودش نفهمه که کار عواقبی چه عواقبی در پیش داره، ولی من خب عواقب کار خود میفهمیدم و هر لحظه فکر کردن با آینده، دور شدن از اجتماع، منزوی شدن، گوشه گیر شدن مرا عذاب میداد و من از خداوند همیشه میخواستم که یک روز خوب بدون مصرف مواد مخدر و بدون نیاز به شارژ و یک باتری زندگی بکنم در کنار شما دوستان خوب. خدا را شکر که او روزم فرا رسید و امروز خودت یک از استعدادهای جامعه شده. سلامت باشی، تشکر میکنم، نظر لطف شما و هموطنان خوب ماست. رضا جان، از پانتون یاد کردی، کدام رشته را درس میخوندی؟ در کجا درس میخوندی؟ بله، در رشته الکترونیک PYT برق، سیستم مهار برق، اگر چیزی به یاد داشته باشین، 100 و چند شاخه داره الکترونیک. بله. یکی از شاخه‌هاش برام PYT هم در این رشته درس خوندم. باز در کجا، در کدام پانتون درس میخوندین؟ شهید بهشتی نراق کاشان، جمهوری اسلامی ایران. قبل از باز مکتب افغانستان خوانده بودین یا ایران؟ نه، من متولد 1462 کاشان، شهرستان کاشان، جمهوری اسلامی ایران است. بسیار خوب. درس هم اونجا خواندین و دانشگاه هم اونجا؟ دانشگاه رو باز تمام کردین یا نیمه تمام گذاشتین؟ نه، تمام کردم، لیسانس گرفتم. در زمانی که دانشگاه رو تمام کردین باز آغشته به مواد مخدر بودین؟ بله. چطور پیش می رفت درس های دانشگاه؟ من او زمان اوائل مصرف مواد مخدر ما بود و من آشنایی با مواد مخدر نداشتم. من فقط به خاطری که در خواندن درس ها یک ذره کوشاتر شویم و شب بیخواب باشیم، یک ذره با دوستا بتونیم شب نشینی بکنیم و بگو بخند داشته باشیم، یا هم از لحاظ تفریح و هم از لحاظ که در درجه تحصیل یک ذره آدم رشد بکنه، من هیچ وقت نمیفهمیدم که دامنگیر ما میشه و یک روزی ما رو زمین میزنه و بدون مصرف مواد نمیتونیم راه بریم و زندگی بکنیم و حرف بزنیم. ولی خب متاسفانه این مدت دیری نپایید و بعد از یک سال و نیم، دو سال، احساس میکردم که در بند مواد مخدر شاید باشم، ولی در 4 سالگی مطمئن شدم که معتاد شدم. باز بعد از اینکه دانشگاه رو تمام کردین، وظیفه گرفتین، مشغول چی کار شدین؟ نه، من وظیفه نداشتم، من در خانه بودم، پیش آقای حسابداری میکردم در کار سنگبوری. پدر خدا بیامرز در کار سنگبوری، کار سنگ بود و سنگای زینتی بود و از این گپا و من قدش کار میکردم. خدا رحمت کنه پدر شما را. رضا جان، باز چقدر دیر میشه که از اونجا به افغانستان آمدین؟ تنها آمدین، همراه فامیل آمدین؟ نه، افغانستان من به صورتی که با فامیل ناراحت شده بودم و در خانه نمیرفتم، تصمیم گرفتم یک دفعه بدون هیچ تصمیم قبلی یا بدون هیچ نقشه و طرحی بلند شدم آمدم افغانستان و اینجا متاسفانه گیر کردم و یک مدتی در هچل بودم و بدون
پول و بدون درآمد و بدون خجالت میکشتم خانه زنگ بزنم و بالاخره در این مدت خیلی عذاب کشتم. بعد 6 ماه بعد از فوت پدرم من خبر شدم که آقایم به رحمت خدا رفته و بسیار ناراحت شدم و ترک کرده بودم و در مقطع 2 ماه 3 ماه پاکی بودم که تا شنیدم میره متاسفانه طاقت نوردم و پس رفتم دوباره مصرف مجدد مواد شروع کردم. من هزاران بار ترک کردم و پس شروع کردم ولی خب هیچ وقت من انگیزه و هدفی نداشتم. تا این دفعه خدا رو شکر به لطف خدا به تشویق ها و اعتماد های مردم به کمک دوستان خوبم و همکار عزیزم محمد آقای صبوری، دکتر صاحب غریب نواز، تمام کسایی که در رشته بهبودی در من یک فعالیتی کردن و همکاری و کمک کردن واقعا صادقانه جا داره که از اونا در تمام سنها تشکر بکنم. خداوند به من لطفی کرد و من از مواد مخدر با یک انگیزه و هدف خاصی که نوشتن قرآن کریم بود دور شدم و این دفعه دیگه من هیچ تمایلی فعلا به مصرف مواد ندارم و هیچ گونه وسوسه نمیشم مثل دفعه قبل که من هر دفعه در مقطع 2 ماه 3 ماه پاکی بودم. من همیشه لغزش میکردم و متاسفانه پس میرفتم مصرف میکردم، چرا که هیچ کاری بدون انگیزه و هدف به نظر من پیشرفت نداره و بی ثمر میمونه و باید انسان به خاطر ترک عادت های بد یک انگیزه خوب میخواد. رضا جان، از خانواده یاد کردی؟ چقدر دیر میشه از خانواده خود احوال نداری و امروزشان صحبت نکردی؟ بله، خانواده که گفتی، من تقریبا از خانواده برای من یک نام خانواده مونده و یک خاطره از اونا. من خانواده من حدود 16 سال میشه که ندیدیم. تا دیشب من فکر میکردم 14 سال میشه ولی دیشب که با خودم یک ذره حساب کتاب کردم دیدم نه، 16 سال است که من اونا را ندیدیم و از اونا دور هستم و در این مملکت زندگی میکنم. چقدر احساس دلتنگی میکنی پشت خانواده؟ خود تو هم دیگه بالاخره هر انسانی به یک خانواده تعلق میگیره و او خانواده متعلق به یک اجتماع میشه و به مرور زمان آدم به دور بر کسایی که عادت میکنه ترک عادت برشان سخت خواهد بود و من مثل بقیه مردم خواهر، برادر، مادر، تمام دوستایی که در او مملکت داشتم بر اونا دلتنگ هستم و از خداوند میخواییم که اول اونا مرا ببخشند بابت کوتاهی که در حق اونا انجام دادم، بابت اینکه اونا را در اجتماع سرفکنده ساختم. بعد از خداوند میخواییم توفیقی را عنایت بکنه که جبران بکنم و از همه مهمتر به کمک خداوند و کلام خداوند من بتونم که برگردم کنار خانوادیم و اونا را از نزدیک ملاقات بکنم. انشالله رضا جان، به امید چنین روزی و اگر در این قسمت از دست ما همکاری ساخته بود حتما امروز شما همکاری میکنیم. چند بار میشه که خودش ما ترک کردین؟ میشه از سرگذشت ترک خودم برای ما قصه کنین و چی چیزی باعث میشد که شما دوباره با مواد مخدر آغشته شوین؟ بله، من خیلی ترک های مجدد و پی در پی داشتم ولی هیچ کدام از ترک های من باقی نماند و ماندگار نبود و بسیار به طول مدت کمی یا 3 ماه یا 2 ماه یا 20 روز یا به محض اون روز که از کمپ من میبرامدم دوباره به مصرف مجدد منجر میشون. ولی خداوند شاید برای هر کس یک مقطع پایانی داشته باشه مصرف مواد مخدر، چرا که ایره همه ما و شما میفهمیم که مصرف مواد مخدر انسان رو به فنا میبره، رو به نابودی میبره و این چیزی هست که هر انسان ساده‌لوح و بی‌سواد هم میفهمه. ولی که چرا ما در ترک باقی میمانیم؟ مواد مخدر اعتماد به نفس انسان از بین میبره، یک. در قدم دوم اقارب، نزدیکان و دلسوزان، کسایی که در دوربر دل به تو میسوزانه اونا را از تو میگیره. در میان جامعه ترد میکنه تو را با مصرف مواد مخدر، چون هیچ کسی مصرف خوش نداره و دوست نداره که در کنار او مصرف کننده ای باشه، یا از لحاظ عملش، یا از لحاظ فعلش، یا از لحاظ پیدا کردن پولش از او بیم و حراس میکنه و باعث میشه که به مرور زمان منزوی و گوشه‌گیر شه و گوشه‌گیری و انزوا باعث میشه که آدم تنها شه و تنها شدن هیچ وقت آدم تنها نمیتونه موفق باشه. و این بار که خوشبختانه ترک کردی و موفق هم شدی، به نظر خودت چی چیز باعث شد که می پاکی تو دوامدار بمانه و دوباره وسوسه نشه به مواد مخدر؟ اگر بخوایم عامیانه و طبیش رو به قول بچه ها صحبت بکنیم، اینمی هست که انسان اگر اصولی زندگی بکنه و طبق اصول
رفتار بکنه و طبق اصولی که قانون طبیعت زندگی بکنه، رفتن سر کار، برگشتن به خانه، ارتباط با مردم در حد ایدئال. ولی ما معتادا یک عادت داریم که افراطی هستیم در هر کار. در رابطه اجتماعی ما افراط میکنیم، بقیه مردم تا شش مثلا با مردم ارتباط برقرار میکنن، ما دوست داریم که شب تا صبح با مردم ارتباط داشته باشیم. ولی خب این ارتباط افراط در هر کاری باعث میشه که انسان از راه منحرف شود. ما اولا که یک ذره سعی میکنیم که، چون من بسیار یک آدمی بودم که از تابعیت قانون خوشم نمیاد و هیچ وقت قانونمند نبودم، سعی کردم خود خیلی یک ذره در چوکات قانون برابر بکنم و خیلی چیزایی که دل من نمیخواد و برخلاف میل خودم پای میذارم، چرا که میفهمم به پاکی یا به بهبودیم صدمه میزنه. بعد عرضم به حضور شما، اگر بخوایم از طریق معنویت صحبت بکنیم، دور بودن از خداوند و از ابعاد دین دور شدن، ما فکر میکنیم که انسان به فنا میکشه و یکی از دلایل مطلق مصرف مجدد ما همی بوده که ما از خداوند دور بودیم. همیشه کلام خداوند را نوشته میکردیم ولی هیچ وقت به خاطر خود خداوند نبوده و این به خاطر مصرف مواد، پیدا کردن پول و یک راه منبع درآمدی بوده. از قرآن به عنوان یک منبع درآمد استفاده میکردیم. درک کردن قرآن، اگر یک آیه را انسان با قلب و با نیت خالص و با وجود خودش لمس بکنه، من فکر میکنم که هیچ وقت به هیچ فنا و به هیچ گرفتاری منجر نمیشه. بسیار خوب رضا جان، چقدر دیر میشه که باز خود شما هم پاکی خود به دست آوردین؟ ما مثل بچه‌ای که در اصول انجمن هستن، پاکی خود شب به شب جشن میگیرن و هر روز پاکی خود اعلام میکنن، ولی ما زیاد به این کار اول که وقت ندارم، دوما علاقه هم ندارم. ما فکر میکنم که ما روزای مصرف خود هیچ وقت حساب نکردیم که ما چقدر سال مصرف کردیم، که اگر حساب میکردیم خوشبختانه خیلی هم خوب بود. شاید امروز ما ضررها و زیانهایش را زودتر جلوش را میگرفتم، ولی خب زمانی که زندگیم به فنا میرفت من هیچ وقت روز شماری نکردم و حالی که زندگیم در حالت خوب است، به نظر من معنایی نداره که من روزها را بشمارم. یک چیز اولوش دما میشه. بسیار خوب رضا جان، میشه برای ما بگوین دمی حدود دما که شما پاک هستین، چند بار وسوسه برای شما پیش آمده، بخصوص وسوسه شدید که همین فکر شما می بوده باشه که هر قسم میشه من مواد مصرف کنم؟ ما الحمدلله این دفعه ما، چون در مقابل وسوسه بسیار ناتوانم و جلو خود گرفته نمیتونم، ما سعی می زمینه سازی میکنم که اصلا وسوسه به وجود نه. و حتی نزدش پیش نامده؟ نه شکر خدا نه. رضا جان ما یک بار دیگه همی که سلامتی خود به دست آوردی از صمیم قلب برات مبارک باد میگم و واقعا جای افتخار است که خودت توانستی دوباره در سطح جامعه در بین مردم حضور پیدا کنی و یک استعداد شوی و خودت افتخارات را برای جامعه کسب کنی و تو نمونه تغییر هستی در جامعه. تو برای کسایی که حتی سالم هستن یک نمونه تغییر هستی، کسانی که به تغییر و تحول باور ندارن، خودت امروز یک نمونه شدی رضا جان. سلامت باشی، نظر لطف شما، نظر لطف دوستان شماست. من واقعا تشکر میکنم از شما که از ما یاد نمودین و ما را خوشحال کردین. سلامت باشین، زنده باشین. رضا جان از گذشته‌تان بگذریم، میایم روی پلان‌ها، روی برنامه‌ها. از قرآن شریف برای ما بگوین چقدر کارش پیش رفته، تا کجا رسیده؟ قرآن شریف به بزرگواری و کرامت خودش به لنگر خودش پیش میره و ما کاری نیستیم. ما فقط یک خدمتگزار عاجزیم که در زوایای قرآن زندگی میکنیم و از برکاتش روزی میخوریم. به امید خداوند اگر توفیق عنایت بکنه و اگر عمری باقی باشه، چون یک لحظه به زندگی اعتماد نیست و ایره خود شما بهتر از من میفهمید، اگر خداوند توفیق بده در شب نزول قرآن، شب 21 یا 23 یا 19 از این سه شب، هر کدام شبی را که دوستای من انتخاب کرد و من در قبال دوستان مثل یک کارگر هستم و هیچ مشکلی ندارم با نظر اونا، نظر ما است و ما با اینا یک صحبت بکنم ببینم در چی شب اینا علاقمند هستن. در اون شب به امید خداوند رونمایی میشه، هم شما و هم تمام مردم خوبی که در پشت صحنه ما را در صفات اجتماعی یاری کردن و حمایت کردن، همه را در جریان انشاءالله خواهیم گذاشت. انشاءالله که رضا جان، میشه برای ما بگوین کدام قسمت کارایش باقی موندن است؟ صفحه بندی و جز بندیش مانده، نوشتاریش کاملا به امید خداوند خلاص شده، یک دو سه ورق مینیاتوری مانده. جلد قرآن کریم چون به علت کلان بودن قرآن ما مجبور شدیم که جلد از این از چوب جور بکنیم و از یک چوبی مخصوص که روی از اون کندکاری شود.
رضا جان، باز اگر برای ما بگوین امتحانی اندازه که کار کردین چقدر هزینه برداشته؟ والا ما در بحر از اینی ازی چون اسپانسر ما دکتر صاحب غریب نواز هست، ما در مورد پولش ما هیچ گونه اطلاعاتی ندارم. هنوز اگر راست پرسان کنی جنبندی هم نکدیم، یک چیزی شاید دوروبری 2.5 لک مصرف شده باشه. بسیار خوب رضا جان. رضا جان یک آثار انشالله خوب برای ما نشته میکنین که باز در غزنی ببریم، یک یادگاری باشه برای ما. حتما حتما به امید خداوند، هر چی که شما امر بکنید ما در خدمتیم. به هر خطی که بخوایید، ما در روی 7 خط تسلط دارم، هر کدام چیزی که شما انتخاب کنید ما در خدمت شما هستیم. بسیار خوب رضا جان. رضا جان میگه برگ سبز تحفه درویش، ما هم به اندازه توان خود مبلغ 5000 افغانی را برای شما یک هدیه تقدیم میکنیم. رضا جان خواهش میکنم، ما اصلا راضی به زحمت شما نبودیم، یکی ما را یاد کردین، واقعا تشکر میکنم، زبان تشکریم ندارم. زنده باشین رضا جان. میخوایم با حیث آخرین گفتنی از شما بشنویم، چی گفتنی دارین برای مردم، برای دولت؟ ما در قدم اول گفتنی ها از خداوند تشکر میکنم، از نیرویی که مرا از گوشه و از انزوا به اجتماع و مردم برگردان و امروز از شهر غزنی یا از اطراف غزنی یا از او سر دنیا به ما کسی یاد میکنه مرا و مرا به عنوان یک انسان میشناسه و به عنوان یک شهروند بدون عیب و ایراد و سالم افغان مرا میشناسه و ما خدای خود لازمه که در هر آن و هر لحظه تشکر بکنم. در قدم دوم از تمام مردم عزیز، مردم خوب افغانستان عزیز ما، سرزمین سرسبز و میهن پهناور ما افغانستان، جا داره که صادقانه و بدون هیچ رودرواسی تشکر بکنم، چون مردم در پشت صحنه مرا همکاری کردن، در صفحات اجتماعی، در صفحات وبسایت ها، در تمام، حتی با تلفن خودشان مرا خوشحال نمودن و با یک عیادت مردم ما امید و انگیزه و هدف در ما ایجاد شد و ما توانستم که امروز خود در بینوان یک شهروند افغان پاک و سالم نگه دارم. و در قدم سوم از دولت عزیز ما، دولت سرپرست، خواهش دارم که باز هم با اینکه جا داره که بابت تمام همکاری های دولت تشکر بکنیم، از اونا با ما بسیار همکاری کردن در رابطه با قرآن شریف، از قمندانی امنیه، از آمیر محترم حوزه 18، از آمیرای حوزه 6 امنیتی، واقعا ما را از لحاظ امنیت، از لحاظ تشویق، از لحاظ کمک، ما را واقعا چیزی بر ما کم نذاشتن و ما جا داره که از دولت تشکر بکنم. باز هم سفارش ما ای است که یک ذره به ما قشر غم دیده و رنج دیده و قشر دل سوخته معتاد توجه بکنن، ما را بیشتر نه، به عنوان یک انسان بشناسن و ای بر ما کافیه. ما از جنس مردمیم، از خود مردمیم و یک روزی در کنار همین خانواده ها بودیم و امروز اگر ترک، گوشگیر و منزوی گشتیم به خاطر مصرف ما و به خاطر بیماری ما بوده و ما هیچ دلیل دیگه ای نداره. این کلام آخر ما بود. رضا جان خودت نه تنها که به حیث یک انسان شناخته میشوی، بلکه به حیث یک استعداد ناب جامعه افغانستان هستی و یک خوشبختانه توانسته مواد مخدر ترک کنی، خودش هم جای افتخار است. سلامت باشی، تشکر میکنم لالا، لطف خدا بوده، من هیچ کارم. رضا جان برای کسایی که در حال مصرف هستن اگر پیامی داشته باشی، خودت یک نمونه شدی، نمونه تغییر. پیام ما همینطور که گفتم خدمت شما امی است که ترک عادت های بد یک انگیزه خوب میخواه و بدون هدف و انگیزه هیچ وقت ترک کردن مواد مخدر، اول خو انگیزه ترک در تو ایجاد نمیشه و بعد از اینکه در وجود انسان ایجاد شوه هیچ وقت ثمر بخش نمیشه. دقیقاً. جهان سپاس رضا جان از اینکه برای ما فرصت دادی بیایم امروز ما صحبت کنیم. زنده باشی، تشکر از شما و تمام همکارانتون، تشکر میکنم. Thank you.
زنده و سلامت باشی رضا جان، خیلی یک خط زیبا و خیر باشین دوستای عزیز. قسمی که شما در تصویر میبینین این نوشته دستنویس رضا جان میباشد که برای ما به مثل یک هدیه آماده نموده است. همچنان دوستای گرامی این آیت الکرسی را رضا جان برای ما آماده نموده و به مثل یک تحفه. رضا جان خیلی زحمت های خود ببخشید دیگر. تشکر میکنم، قابل دار نیست. سلامت باشین رضا جان. دوستای نهایت گرامی ای بود گزارش از رضا جان. دوستای گرامی جهت دیدن ویدیوهای بیشتر و همچنان حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دید. دوستای نهایت گرامی تا گزارش بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم.